قطاری که چند تا آدم کشه بیرحم بدون که هم خبر داشته باشن توش گیر میافتن. گلاسیا سلام، امروز دوباره طبق پیشنهادات خودتون یکم از ترسناک فاصله گرفتیم و میخوام فیلم بالت ترن یا قطار گلوله‌ای رو ببینیم. فیلمی که به نظرم یکی از اکشن های خیلی خوب این چند سال اخیره و میشه بارها دیدش، نمره 7.3 آی ام دی بی رو داره و پیشنهاد میدم حتما تماشا بکنیدش. هم کمدی جالبی داره هم اکشنش خیلی خوبه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به شهر توکیو میریم و شخصیتی به اسم یویچی رو میبینیم که بالا سر پسرش وایساده. پسری که متاسفانه از پشت بومی افتاده پایین و توی کماست. لحظاتی بعد پدر یویچی هم میادش و شروع به تحقیر این مرد میکنه و بهش میگه وقتی پسرت نیازت داشت کجا بودی، چرا نتونستی کمکش بکنی؟ و یویچی هم با عصبانیت از اونجا بیرون میزنه. سکانس بعد میبینیم که یویچی جلوی آینه وایساده، اسلحه دستشه و مطمئنه که یه نفر پسرش رو از بالای پشت بوم هل داده. برای همینم هم تصمیم میگیره که انتقامش رو بگیره. شخصیت بعدیمون مردی که پای تلفن داره با یه زن صحبت میکنه و توی خیابون‌های توکیو قدم میزنه. زنی که پشت خطه این مردو کفش دوزک یا لیدی باگ صدا میکنه و میگه تو خیلی بدشانسی و هر سری یه پرونده بهت بیری میری گند میزنی توش. کار لیدی باگ هم اینه که پول میگیره و در ازاش جون آدما رو میگیره. الانم برای مشتری جدیدشون به اینجا اومده که خب اتفاقی توی مترو بدنش بدن یویچی برخورد میکنه و از تو جیبش یه کلید و کاغذ میفته. به سمت صندوق امانات مترو میره و حالا که میفهمه کلیدش نیستش با سنجاق کمدی که میخواد رو باز میکنه و از توی اون یه سری لوازم از جمله داروی خواب‌آور رو برمی‌داره که بره سمت قربانی بعدیش. البته یه اسلحه هم اونجاست که برش نمی‌داره و توی قانونش اینه که هیچ وقت نباید از اسلحه استفاده کنه بعد از یه اتفاق بدی که قبلا براش افتاده. در آخر هم سوار قطار سری و سیل توکیو که به اسم بالت ترین هم معروفه میشه. از اون طرف یویچی هم سوار همین قطار شده. از یه نفرم آمار گرفته کسی که پسرش هول داده بوده توی همین قطار رو روی کدوم صندلی نشسته. وقتی میره اونجا به صندلی میرسه اسلحه‌شو سمت طرف می‌گیره و می‌بینه یه دختر بی‌گناه اونجاست و خیلی هم ترسیده. یویچی هم هول می‌کنه و میگه ببخشید کم کسی دیگه ای. حالا یه رفع دختر که فهم کردیم بیگناهه بهش حمله میکنه و با یه دارو بیوشش میکنه. دختر که یکی دیگه از شخصیت های فیلممونه و به اسم پرینس یا پرنسس شناخته میشه. میریم پیش لیدی باگ که به قسمت چمدون های قطار میرسه و قراردارش اینه که باید یه کیفو از اینجا بدوزه. یه کیف سامزونه که خیلی سریع هم پیداش میکنه. حالا تو همین قطار دو تا برادر شیخ پوش و بیرحم هم میبینیم که دو قلو هن، ولی یکی سفید یکی سیاه. اسم یکیشون تنجرین یا نارنگیه و اسم اون یکی لیمن یا لیمو. این دو نفرم برای چند تا آدم خیلی کله گنده کار میکنن و صاحب اصلی کیفی هن که لیدی باگ دزدید. مرد جوان دیگه هم کنارشونه که انگاری وظیفه نگهداری و رسوندنش به جای رو بر عهده دارن. از صحبت‌های لیمو با این مرد متوجه میشیم که لیمو علاقه خیلی زیادی به قطار و مخصوصاً کارتون قدیمی به اسم توماس و دوستان داره که خود اسمش مشخصه در مورد یه قطار و چند تا دوست داشته. حتی برای اینکه کیف رو گم نکنن که دقت کرده باشید نه از برچسبای توماس روش چسبونده بود. با یه پیش زمینه از داستان لیمو و نارنگی هم آشنا میشیم. در واقع این دو نفر برای یکی از بزرگترین مافیاها که رئیس شون هم اسمش مرگ سفید کار میکنن. مردی هم که باید ازش مراقبت بکنن پسر همون مرگ سفیده. کیفی هم که همراهشونه کلی از پولای این مرد داخلشه. یه نفرم هست که به نارنگی زنگ میزنه و ازش آمار میگیره همه چیز اوکیه یا نه. این بار که زنگ میزنه لیمو میره که دوباره کیفو چک کنه و حالا متوجه میشه که سر جاش نیست و دزدیده شد. حالا نارنگی از برادرش عصبی و میگه چقدر احمقی که کیفه رو بین چمدونهای دیگه گذاشتی با اینکه انقدر مهمه. اونم میگه میخواستم طبیعی جلوه کنه و کسی توجهش بهش جلب نشه. بعدم لیمو به برادرش میگه حالا چرا انقدر دست من عصبانی؟ مهم اینه که پسر رو زنده برسونیم. زیاد فکر نمیکنم به این پول اهمیت بده. نارنگی هم برای اینکه جدیت قضیه رو برادرش بفهمونه شروع به تعریف داستان اصلی مرگ سفید میکنه. مدت تا پیش مافیای اصلی ژاپن دست مردی به اسم مینیگیشی بوده که خیلی هم بیرحم و ترسناک بوده. بعد مدت تا پسری میبینه و تصمیم میگیره اونو زیر بال و پر خودش بزرگش بکنه. همه هم بهش میگن این کارو نکن، اون پسر خیلی به نظر ترسناک میاد، ولی این گوش نمیده و کارشو انجام میده. ترس بقیه هم از این پسر به خاطر اصالتش بوده که از روسیه اومده بوده. ترسشون هم به واقعیت تبدیل میشه وقتی این پسر بزرگ میشه، بر علیه مینیگیشی قیام میکنه و با وحشیگری تمام اعضای گروه رو به قتل میرسونه و همه چیز رو به دست میگیره. مردی که الان تمام ژاپن ازش وحشت دارن و خب حالا میفهمیم که اسمش همون مرگ سفید یا وایت دث. نارنگی به لیمو میگه که به نظرت همچین آدم بیرحم براش مهمه که ما پسرش زنده برگردیم و پولش رو نیاوردیم؟ اون میخواد کاری که به ما سپرده رو درست انجامش بدیم، پس باید بگردیم و کیفو پیداش کنیم. یه نکته دیگه هم نارنگی اشاره میکنه، اینکه مرگ سفید مدت هاست خونش اصلا بیرون نمیاد. از وقتی همسرش رو از دست داده خیلی انگاری افسرده شده و حتی برای اینکه پسرش رو هم پیدا بکنه این دو نفر رو استخدام کرده و خودش نخواسته این کارو انجام بده. دلیلی هم که حالا این دو نفر رو استخدام کرده اینه که مدت تا پیش این دو نفر توی کشور بولیوی یه کار بی‌رحمانه انجام دادن، چون بهشون دستور داده شده بوده و خب فهمیده که اینا وقتی بخوان کاریو انجام بدن به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی‌کنن. خلاصه که حالا هر دو میدونن قضیه چقدر جدیه و میان تا به پسر مرگ سفید توضیح بدن که کیف دزدیده شده و میفهمن شرایط قبلا بدتره. پسر مرگ سفید از چشماش خون اومده و توی مدتی که نبودن یه نفر جون اون رو گرفته. حالا میریم پیش یویچی
یویچی و پرنسس. یویچی بالاخره به هوش میاد و میبینه که اسلحه‌اش با یک کشمو بسته شده و پرنسس بهش میگه که سعی نکن کار خطرناکی انجام بدی. یه نفر فرستادن بالا سر پسر تا اگه دست از با خطا کنی و هر چند وقت یه بار بهش خبر ندم که حالم خوبه جونمون رو میگیره. یویچی میپرسه تو اصلا با من چیکار داری و پرنسس میگه من میدونم که تو برای مرگ سفید کار می‌کنی. اینم میدونم که دو روز پیش بهت مأموریتی داده تا یه کیف سامسونت رو به چند نفر تحویل بدی و این کار رو انجام دادی. من مدت‌هاست که دارم نقشه می‌ریزم تا یه جوری به مرگ سفید حمله کنم و جون اون رو بگیرم و فهمیدم تو بهترین راه حلمی. چون بهش خیلی نزدیکی و خب قطعا میتونیم یه نقشه بریزیم که جون اون رو برای من بگیری. برمیگردیم پیش لیدی باگ. بعد دزدیدن کیر تا جایی که تونسته از اون واگن دور شده و منتظر تا قطار متوقف شه و پیاده شه. اما وقتی این اتفاق میفته مردی جلوی در وایساده که با عصبانیت اون رو هولش میده داخل. یه پیش‌زمینه‌ای از این مردم میبینیم. اسمش ولف یا گورگه. یکی از سران بزرگترین مافیاهای مکزیک هم هستش. چند روز پیشم عروسیش بود و وقتی می‌خواسته به سلامتی بزنه شراب روی پیرنش می‌ریزه و مجبور میشه اول اون رو تمیز کنه. تو همین فرصت بقیه نوشیدنی رو می‌خورن و وقتی به خودش میاد می‌بینه حال همه بد شده، سرفه می‌کنن، خون بالا میارن، از چشماشون خون میاد و همه حتی همسرش هم اونجا جونش رو از دست میدن. اونم قول میده که انتقامش رو بگیره. الانم بهش گفتن کسی که جون همسرتو گرفته توی این قطاره و وقتی که میاد داخل انگاری لیدی باگو میشناسه و بهش حمله می‌کنه. با هم درگیر میشن و همین وسط به بوفه قطار میرسن. ولف چاقوجو سمت لیدی باگ پرت میکنه که لیدی باگ کیف سامتونتو میاره بالا و چاقو باساب میکنه و به خود ولف میخوره و درجا جونش رو از دست میده. اینم یه نشونه دیگه از بدشانس لیدی باگ که با اینکه نمیخواست به هیچ کسی حمله کنه در آخر جون یکی رو همینطوری شانسی گرفت. حالا همزمان با لیدی باگ که داره جنازه ولف رو یه جوری صحنه سازی میکنه میبینیم لیمو و نارنگی هم دارن رو اون مردی که کنارشون بود عینک میذارن تا کسی چشمای خونیش رو نبینه. به ایستگاه بعدی میرسن. لیدی باگ میخواد با کیفش فرار کنه و لیمو و نارنگی هم که میدونن کسی که کیفو دزدیده ممکنه خارج شه دم در وایسلان و دنبال کیف میگردن. لیدی باگ وقتی قیافه لیمو رو میبینه یاره یه خاطره میفته و متوجه میشیم تو یکی از مأموریت‌های قبلیش با همدیگه روبرو شدن و لیدی باگ از دست این فرار کرده، یعنی چهره همو میشناسن. برای همینم هم میدوه که از یه واگن دیگه خارج شه. اما یه رفیق با عروسک تبلیغاتی تو مترو برخورد میکنه و حالا این عروسک میخواد کیفو که کنجکاو شده ازش بگیره، ولی در آخر لیدی باگ مشتی بهش میزنه و کیفو برمیداره و دوباره تو واگن ها حرکت میکنه. اما خب بازم دیر شده و وقتی به در بعدی میرسه قطار دوباره راه میفته. بازم نقشش خراب شد و از اون طرف وقتی داشت با ولف میجنگی چاقو به گوشیش هم برخورد کرده و گوشیش از دست داده. برای همین دوباره برمیگره پیش جنازه ولف، گوشیشون بغل قایم میکنه. این بار تلفن ولف رو برمیداره و حالا به همون رئیسش زنگ میزنه که بهش نقشه ها رو میده. میگه بازم بدشانسی سراغم اومده و براش تعریف میکنه که لیمو رو اینجا دیده، کسی که توی یکی از مأموریت های قبلیش دشمنش بوده. از اون طرف هم یادش میاد که ولف رو از یه جایی میشناسه. تو همون عروسی که ولف هم خانواده و همسرش رو از دست داد، لیدی باگ هم نقش داشته و نقشه گارسون رو بازی میکرده. مأموریتش این بوده که رئیس مافیا رو از بین ببره، اما یه نفر دیگه اونجا بوده و تو نوشیدنی همه سم ریخته بوده. خب مشخصه اینم باز بدشانسی خودش رب میده و برای همین هم بوده که وقتی ولف اومده توی قطار یه دفعه سمتش حمله کرده، چون چهره لیدی باگ از عروسی یادش مونده و نمیدونسته که این نقشه اصلی رو پیاده نکرده بوده. در حال همین صحبت متوجه میشه که نارنگی داره توی واگن ها دنبال کیف میگرده. برای همینم هم خودش یه گوشه قایم میکنه، اما نارنگی میبینتش، ولی خب چهره اینو به یاد نمیاره. حتی جلوتر به پرنسس و یویچی هم میرسه و ازشون سوال میکنه که کسی رو با کیف سانسونت نقره ای دیدید یا نه. پرنسس هم که کمی قبلتر لیدی باگ در حال فرار دیده بود میگه چرا دیدم و ویژگی های اونو بهش میگه. نارنگی هم سری پیام برادرش میفرسته و میگه که یه نفر با عینک مشکی مراقب باش. اما همین لحظه ببینیم که لیدی باگ خودش میاد و جلوی لیمو میشینه. بهش میگه که من نمیخوام سر به سرتون بذارم، میدونم شما توی نقشه کشور بولیویا بودید و واقعا آدمای خطرناکی هستید. کیفم حاضرم بهتون بدم به شرط اینکه قول بدید بلای سر من نیارید. لیمو هم میگه اگه قضیه فقط سر کیف بود الان بهت تایید میدادم، اما تو جون یه نفر رو گرفتی و خب خیلی کارو خطرناک کردی و نمیتونم بهت همچین قولیو بدم. حالا جالبش اینجاست که لیمو داره از همون مردی که ازش مراقبت میکردن و از چشماش خون اومده بود حرف میزنه، اما لیدی باگ فکر میکنه دارن در مورد ولف صحبت میکنن، کسی که باهاش مبارزه کرد و جونشو گرفت. یه دفعه با هم درگیر میشن، اما لیدی باگ سریعتره و موفق میشه که اونو بیهوشش بکنه. بعدم توی نوشیدنش داروی خواب میریزه و اونو میذاره کنارش، تلفنش هم برمیداره و در آخرم اسلحه‌اش رو قاطی چمدونو میذاره که کسی پیداش نکنه. قبل رفتنم بالاخره جنازه اون پسری که اینا داشت مراقبت میکردن رو میبینه و میفهمه جریان چیه و براش خیلی عجیبه، چون از چشمای این پسر دقیقاً مثل کسی که تو اون عروسیه بودن خون اومده. خلاصه که اینجا فاصله میگیره، عینکش هم درمیاره و یه کلاه رو سرش میذاره و با تلفن نارنگی به همون رئیسش زنگ میزنه. براش جریان رو تعریف میکنه و میگه فکر میکنم کسی که توی اون عروسیه گنگکاری کرده بود الانم تو همین قطاره و میخواد این کیف رو یه جوری به دست بیاره. برای همینم یه آدم خیلی خطرناک این وسطه که هنوز پیداش نکردی. در حال راه رفتن متوجه نارنگی میشه و برای همینم خودش رو سعی میکنه بین دو تا از واگن ها قایم کنه و در اونجا رو
قفل کنه. برای این کارم میخواد از چمدونا استفاده کنه که اتفاقی در یکیشون باز میشه و میبینیم که یه مار از اون میاد بیرون. گذشته از این مار هم میبینیم توی اخبار خبرش پخش شده که این مار فرار کرده و خیلی خطرناکه و سمش وقتی که وارد بدن کسی بشه باعث میشه از چشم‌ها و بینی و همه جای طرف خون بزنه بیرون و جونش رو چند ثانیه میگیره. نارنگی رو میبینیم که بالاخره به صندلی خودشون میرسه و میبینه که برادرش لیمو بیهوشه. خب میفهمه که چه اتفاقی افتاده و با ویژگی‌هایی که از اون دختره گرفته بود شروع به گشتن دنبال لیدی باگ میکنه. لیدی باگ هم خب در جریان و برای همین هم اتفاقی با کسی برخورد میکنه و بهش پول زیادی پیشنهاد میده در قبال اینکه لباساشونو با هم عوض کنن. لحظاتی بعد نارنگی همین مرد ناشناس رو میبینه و فکر میکنه لیدی باگه، اما اون براش توضیح میده که بهش پول داده که لباساشونو با هم عوض کنن و میگه از اینجا فرار کرد و رفت. یه سر میریم پیش یویچی و پرنسس. وقتی که لیدی باگ داشت فرار میکرد یه لحظه دیدن که توی رستوران قطار رفتش و برای همینم هم الان که میدونن همه با هم درگیرن خودشون دو تایی به رستوران میرن. با یکم گشتن هم موفق میشن که کیفی که لیدی باگ قایم کرده بود رو پیدا کنن. بعدم دو تایی میرن توی دستشویی که تلفن یویچی زنگ میخوره و پدرش پشت خطه. بهش میگه کجا رفتی و پرنسس هم بهش میگه که حقیقتو بگو. اونم به پدرش میگه که اومدم انتقام پسرم رو بگیرم. بعدم میگه واقعا برات متاسفم و پرنسس گوشیو قطع میکنه. در آخر هم میگه تو همینجا باید بشینی و انقدر رمزای مختلفو بزنی تا بتونی در این کیف رو باز کنی و اگر خیلی هم طولانی بشه میگم یه بلای سر پسرت بیارم. در حالی هم که خود پرنسس داره رو صندلیش بشینه گوشی یویچی رو بین صندلی‌ها پرت میکنه که کسی پیداش نکنه. برمیگردیم پیش لیمو و نارنگی. نارنگی بالاخره میاد برادرش رو به هوش میاره و بهش میگه که چی شده و چه اتفاقاتی افتاده. لیمو هم میگه که باید بگردیم و لیدی باگو پیدا کنیم، اون بوده که پسر مرگ سفید رو از بین برده. اما نارنگی میگه من تو حال گشتن که بودم دیدم یه نفر لیدی باگ کشته و تو رستوران گذاشتتش. بعید میدونم که همچین کاری هم دوباره از اون بر اومده باشه. یه رفع تلفنی زنگ میخوره و رئیسشونه. بهشون میگه که برنامه عوض شد، باید توی ایستگاه بعدی پیاده شید، یه سری از اعضای گنگمون اونجان و کیف و پسرمو ازتون تحویل میگیرن. نارنگی سعی میکنه مخالفت کنه اما اون بهش میگه که اگه این کارو انجام ندید من میدونم و شما. همینم میشه که تو ایستگاه بعدی خود نارنگی تنها پیاده میشه و وقتی این اعضا رو میبینه بهشون میگه من احمق نیستم، میدونم شما میخواد که همه چی اما بگیرید، بعدم بدون که پولمون رو بدید بهمون حمله کنید و بعدم فرار کنید. از اون طرف لیمو هم دستای کسی که کنارشونه رو الکی تکون میده و بقیه فکر میکنن هنوز زنده است. نارنگی هم میگه که به رئیستون بگید برام استپ قبل باید پیاده بشه، وقتی پولمون رو گرفتیم اینا رو تحویل میدیم و راهمون رو میریم. لحظه آخرام میاد تو قطار رو باز در قطار بسته میشه. حالا این دو برادر میدونن که چیزی نمونده تا همه حقیقت لو برو، باید سریعتر لیدی باگو پیدا کنن و کیفو پس بگیرن. برای همینم از دو طرف قطار میرن تا دنبالش بگردن. لیمو هم چون اسلحه نداره نارنگی تفنگشو بهش میده و میگه مراقب خودت باش. وقتی دور میشن میبینیم که پرنسس میاد اینجا، عینکو از روی صورت پسر در میاره و انگاری میشناستش، برای صورتش توف میکنه و از اونجا میره. برمیگره پیش یویچی که همین لحظه موفق میشه در کیفو باز کنه. اما عجیبه که نقشه پرنسس برای دزدیدن پولا نیست. یه بمب توی کیف جاساز میکنه و درشو طبق قبل میبنده. به یویچی میگه یارت به اسلحه کشمو بسته بودم، اگه از اون علیه من استفاده میکردی یه کاریش کرده بودم که تیرش برعکس به سر خودت شلیک میشد. الانم تو این کیف دقیقاً همین کارو دارم انجام دادم. وقتی مرگ سفید بخواد درشو باز کنه یه رفعه این منفجر میشه. یویچی میپرسه که ولی خب قطعا خودش این کارو انجام نمیده و میسپره به نوچه هاش. پرنسس هم میگه آره و انفجار رخ میده و میفهمه که یه نفر بهش خیانت کرده، اونم کسی نیست جز تو، چون تو بودی که کیفو به اون تا برادر تحویل دادی. یویچی میگه اما اگه بفهمه چی؟ و میگه که برای همینم اون تفنگو بهت دادم. مرگ سفید یه عادتی داره و هر کسی بهش خیانت بکنه با اسلحه خود طرف جونش رو میگیره. اگه بخواد همچی کاریو انجام بده اون وقت اسلحه تو برعکس شلیک میکنه و بازم از بین میره. میریم پیش لیدی باگ که تو یکی دیگه از دستشویی قایم شده و داره با رئیسش حرف میزنه. رئیسش بهش میگه که این اتفاقی که افتاده و از چشم اونا خون اومده روش قتل یکی از آدمای خیلی معروفه، کسی که به اسم هورنت یا زنبور سرخ شناخته میشه و یه سمی داره که چند وقت پیش هم جون یه جراح رو اینطوری گرفته بود. سمش هم از یه مار میگیره و با اون کارشو انجام میده. حالا به لیدی باگ میگه برای اینکه زنده بمونی باید زودتر از هورنتتون رو پیدا کنی و بتونی کارشو تموم کنی. طولی نمیکشه یه کسی به در میکوبه و لیدی باگ با کلافگی بازش میکنه و میبینه نارنگی پشت دره، کسی که با استفاده از رادیو به گوشیش تونسته گوشی برادرش که دست لیدی باگ بوده رو پیدا کنه. دوباره با هم درگیر میشن، همو هی میزنن تا گوشی نارنگی زنگ میخوره و چند لحظه به هم دیگه استراحت میدن. رئیس نارنگی و در مورد تحویل کیف و همون پسر مرگ سفید حرف میزنه. وقتی قطع میکنه جگر برای لیدی باگ میگه و میگه ازم خواستن که تو ایستگاه بعدی پیاده شم و حداقل کیف رو نشون بده همراه برادرم هم باید بشم و الا کل قطار رو منفجر میکنن. حالا سختی بخواد برادرش پیدا کنه چون گوشی نداره و نمیدونه کجای قطار رو، همین الان هم دارن به ایستگاه بعد میرسن. لیدی باگ میگه قیافه داراشو تا حالا دیدن یا نه و اونم میگه که نه ندیدنش. پس نقشه میریزن که لیدی باگ نقش برادر اونو بازی کنه و دو تای قطار پیاده شن و همه چی رو حل کنن. همین کارم انجام میدن و یه کیف هم شبیه همون پیدا میکنن و میرن بیرون و بقیه نشون میدن. لیدی باگ میگه به رئیستون بگید که همه چیز حل و طبق قرارمون سر همون ایستگاه آخر تحویلشون میدیم. اما یه دفعه در کیف باز میشه و جای پول
کلی لباس ازش میریزه. نقششون لو رفته و با سرعت میتونن داخل قطار و بازم شانس میارن که قطار درش بسته میشه و راه میفته. یه سر میریم پیش لیمو، طرف دیگه قطار وایستاده و داره بطری آبی میخوره که قبل‌تر دیدیم لیدی باگ توش دارو ریخته بود. اتفاقی با پرنسس و یویچی هم برخورد میکنه و ازش میپرسه کسی رو ندید که یه کیف همراهش باشه و رفتارش عجیب باشه. پرنسس هم میگه نه، من کسی رو ندیدم که کیف سامسونت همراهش باشه. چیزی که باعث تعجب لیموه، چون اصلا اشاره‌ای به نوع کیف نکرده بود و مطمئنه که اینا یه چیزی از جریان میدونن. برای همینم اسلحه رو سمتش میگیره و میگه برید سمت دستشویی. بدون هیچ رحمی سمت یویچی شلیک میکنه و از حال میره. بعدم تفنگش رو سمت پرنسس میگیره، اما قبل اینکه بتونه باز شلیک بکنه، یه دفعه داروی تاثیرش رو میذاره و بیهوش میشه. این بار پرنسس که اسلحه‌اشو برمی‌داره بدون هیچ رحمی چند تا شلیک سمت لیمو میکنه و کارش رو تموم میکنه. بعدم اونو تو دستشویی قایم میکنه و درو قفل میکنه. قطار به ایستگاه بعدی میرسه و باز وایساده که لیدی باگ و نارنگی هم دارن صحبت میکنن. لیدی باگ میگه بیا بریم، من کیفو قایم کردم، به تحویل میدم و همه چیو تموم کنیم. اما نارنگی میگه همین سادگی ها نیست، من باید یه جوری جریان اتفاق ایستگاه قبلی و سر تو بندازم، برای همینم هم نمیتونم زنده بذارمت. لیدی باگ میگه پس خودت خواستی و یه رفعه با لگدی نارنگی رو از قطار میندازه بیرون. همین لحظه هم در بسته میشه و لیدی باگ میخنده، اما خب نارنگی کم نمیاره و میدوه و در آخر لحظه آخر میدوه و شیشه قطار رو میشکنه و میپره داخل. لیدی باگ هم میبینه که داره توی واگن ها قدم میزنه و صدای گوشی یویچی که قبل تر پرنسس پر کرده بود کف قطار رو میشنوه. وقتی برش میداره پدر یویچی اون ور خط و میگه گوشی رو به پسرم بده. لیدی باگ میگه اصلا نمیدونم از کی حرف میزنی، ولی اگه دنبالش میگری از رادیو به گوشی استفاده بکن، شاید بتونی نتیجه بگیری. بعدم قطع میکنه. به رستوران قطار رو میرسه و هنوز خبر نداره که پرنسس چه بلایی سر کیف آورده و فقط از اونجا برش میداره. تصمیم میگیره جنازه وولفهام بررسی کنه و نامه‌ای تو جیبش میبینه که سرنخ و عکس از کسیه که اون بلا رو سر خانواده‌اش آورده بود، یعنی هورنت یا همون زنبور سرخ. اینجا میفهمه وولفهام در جریان بوده که این مقصر اصلی نیست و فقط میخواستن با هم دعوا کنن و الکی جونش رو از دست داده. به هر حال لیدی باگ با نگاه به عکس هورنت متوجه میشه که چندین بار اونو دیده. مثلا توی همون عروسی که رفته بودن هورنت هم نقش یکی از آشپزها رو ایفا میکرده، یا حتی توی قطار هم چشمش به اون خورد و وقتی برمیگرده میبینه هورنت پشت سرش وایساده. هورنت قبلتر توی قطار با همون لباس عروسک بوده و بعدش اومده یکی از مهماندارا رو از بین برده و لباس اونو پوشیده. با هم درگیر میشن و هورنت دنبال پولای توی این کیفه و یه دفعه عجیبش سرنگ رو در میاره که همون سمه داخلشه که اتفاقی به دست لیدی باگ میخوره. لیدی باگ هم بدون مکسی سوزن رو در میاره و حالا به گردن خود هورنت تزریقش میکنه. هورنت که یه دونه پادزهر همراهشه عجیبش درش میاره، ولی دوباره قبل از اینکه به خودش بزنه لیدی باگ دست به کار میشه و پادزهر هم به بدن خودش میزنه. هورنت فوشی میده و در حالی که از چشما و دهنش داره خون میاد روی زمین میفته و جونش رو از دست میده. برمیگردیم پیش نارنگی، در حال گشتنه که به همون دستشوی قفل میرسه و جنازه برادرش رو کنار یویچی اون داخل میبینه. اصلاً یویچی رو برمیداره و برای انتقام حرکت میکنه. زنگ هم به رئیسش میزنه و میگه من دیگه ازت نمیترسم، خودت هم میدونی که همه چیز به هم ریخته و آخر ایستگاه میبینمت. برای من مهم نیست که میخوای کل قطار رو بترکونی یا آدمای بیگناه توش از بین برن. پشت خط مرگ سفیده و بهش میگه که من از یه جای همه بلیط های قطار رو خریده بودم و الان فقط کسایی داخل موندن که میدونم گناهکارن و یه دست تو قضیه داشتن، برای همینم مطمئن باش آدم بیگناهی از بین نمیره. گوشی قطع میشه و نارنگی کمی جلوتر با پرنسس مواجه میشه. پرنسسی که باز داره مظلوم نمایی میکنه و میگه که من گم شدم و نمیتونم از قطار پیاده شم. نارنگی هم باورش میکنه و میگه برو اون عقب قایم شو. وقتی داره رد میشه متوجه علامت پشت گردن این دختر میشه، برچسبی که برادرش لیمو چسبونده بود و عکس یه قطاره. این قطار نقشه بعد همون کارتون قدیمیه بود و حالا نارنگی به این دختره میگه که برادرم فهمیده بود تو کیو، برای همین اینو به چسبونده. بعدم اصلش سمت این دختره میگیره و میخواد شلیک کنه که لیدی باگ سر میرسه. لیدی باگ فکر میکنه که این یه دختر بیگناه و نارنگی همینطوری داره سرش عوضی بازی در میاره. با هم درگیر میشن و اسلحه نارنگی اتفاقی شلیک میشه و برمیگردیم داخل و میبینیم که به گردن خودش خورده. در همون حال هم جونش رو از دست میده و همچنان پرنسس با مظلوم نمایی از لیدی باگ قول میگیره که کمکش کنه تا بتونه از قطار پیاده شه و بلایی سرش نیاد. قطار ایستگاه بعدی وامیسته و لیدی باگ میخواد فرار کنه، اما پرنسس برنامه‌اش این بود که تا آخرین ایستگاه باشه تا بتونه از مرگ سفید انتقام خودش رو بگیره. اگه لیدی باگ کیف فرار کنن دیگه هیچ نقشه‌ای نمیمونه. برای همینم هم تظاهر میکنه که کیفش گیر کرده و لیدی باگ مجبور میشه دوباره برگرده داخل و در قطار هم بسته میشه. یه اتفاق دیگه هم میفته و میبینیم پدر یویچی تو این ایستگاه سوار قطار شده و حرف لیدی باگ گوش داده و با استفاده از رادیو تونسته گوشی پسرش رو تعقیب کنه و به اینجا برسه. تو قطار داره راه میره که صدای پرنسس رو میشنوه و یاد تماسی که با پسرش داشت و صدای این دختر میفته. برای همینم هم تو صندلی کنارشون میشینه. لیدی باگ میفهمه که جای کار میلنگا میخواد اسلحه‌اش رو برداره که دستش بره زیر صندلی و میبینیم اون ماری که قبلتر توی قطار ول شده بود یه دفعه بهش حمله میکنه و دور دستش میپیچه. گازش هم میگیره و لیدی باگ موفق میشه خودش رو به دستشویی برسونه و این مار رو توی چاه بندازه و سیفون رو بزنه. از شانسش هم به خاطر پادزهری که از اون دختر گرفته بود هیچ بلایی سرش نمیاد و زنده میمونه. پدر یویچی هم کیف پرنسس رو میگرده و بهش میگه میدونم تو کی و پسرم برای چی اومده بود دنبالت. پرنسس هم میگه اگه بلای
بلایی سرم بیاری 90 جونشو از دست میده. این مردم میگه که من از قبل فکرشو کرده بودم و کسی که اونجا گذاشته بودی از بین بردم و مطمئن شدم که جون نوام در امانه. حالا میپرسه اصلا چرا اون بلا رو سر نوام آوردی و پرنسس هم میگه که مجبور بودم چون پسرت باید میومد دنبال منو باهام همکاری میکرد. اگه این کارو نمیکردم هیچ‌وقت همچین کاریو انجام نمیدادم. حالا پرنسس از پدر یویچی ترسیده و یه دفعه پا به فرار میذاره، اما این مرد عین خیالش هم میسه تو قطار میشینه و انگاری منتظر ایستگاه آخره. لیدی بایم که حالش داغونه با همون حال میاد رو صندلی میشینه و مرد شروع به صحبت باهاش میکنه. میگه زمانی که مینگیشی رئیس اصلی مافیای ژاپن بودش، من یکی از خدمتگزاراش بودم و خیلی هم به هم نزدیک بودیم تا سر و کله همین مرگ سفید پیدا شد و اون کارا رو انجام داد. وقتی هم که مرگ سفید علیه مینگیشی قیام کرد، همسر این مرد و خونه‌شو به آتیش کشید. تنها چیزی که براش باقی موند همین یویچی بود که با دل و جون ازش مراقبت کرد. خلاصه که سالها نقشه انتقامشو کشید اما هیچ وقت نتونست اون رو به عمل برسونه. اما این پیرمرد میگه که الان سرنوشت منو تو این مسیر قرار داده تا با تو همراه بشم و بتونیم از مرگ سفید انتقام بگیریم. و خلاصه که با لیدی باگ تصمیم میگیرن همکاری کنن و بتونن باهاش بجنگن. وقتی راهشون به همون دستشویی قطار میفته، درشو باز میکنن و متوجه میشن هم لیمو هنوز زنده مونده هم یویچی. لیمو به خاطر جلیقه ضد گلوله که پوشیده بوده و یویچی هم به خاطر حال شانس زیادی که داره. وقتی لیمو میفهمه برادر خودش نارنگی رو از دست داده، خیلی عصبانی میشه و لیدی باگ مقصر اصلیش میدونه و میخواد باهاش بجنگه. اما یویچی آرومش میکنه و میگه ما الان یه دشمن بزرگتر داریم و باید با هم همکاری کنیم. لیمو قبول میکنه که فعلا آروم باشه، ولی خب همچنان مطمئنه که لیدی باگ مقصر اصلیه و هرچی هم اون میگه همه چیزی اتفاق بود باور نمیکنه. بالاخره به ایستگاه آخر میرسن. اول از همه هم لیدی باگ با کیف پیاده میشه و قصد داره که یه جوری سر بقیه رو گرم کنه تا بتونن بقیه بیشتر آماده شن. طبق پیش بینی هم که میکردن، خود مرگ سفید در کیفو باز نمیکنه و چند تا خدمتکاراش میخوان این کارو انجام بدن. بقیه هم پناه گرفتن که یه موقع تله‌ای توش نباشه. در همین حال مرگ سفید وارد قطار میشه. اولین کسی هم که باهاش روبرو میشه پرنسسه. حالا متوجه میشیم که پرنسس در اصل دختر این مرگ سفید بوده. بهش میگه که تو هیچ وقت به من اهمیت ندادی، اصلا برات مهم نبودم و منم دیگه نتونستم تحمل کنم و الان اومدم اینجا تا بتونم ازت انتقام بگیرم. اسم این پرنسس در اصل پرینس یا شاهزاده است. به پدرش میگه تو همیشه یه پسر میخواستی، برای همین هم هیچ وقت بهم اهمیت ندادی و همیشه برادر من اولویتت بود. برادری که تو همون قطار جونش رو از دست داده بود و نارنگی و لیمو قرار بود ازش مراقبت بکنه. اصلش هم سمت پدرش میگیره که یه دفعه مرگ سفید اون ازش پس میگیره و سمت خودش نشونه میگیرتش. البته میدونیم که این دختر اصله رو دستکاری کرده و خب پدرش داره توی تله میفته. اما پدر لحظه آخر اصله رو پایین میاره و میگه من همیشه تو رو میدیدمت، ولی هیچ وقت جزو نقشام نبودی، اصلا اونقدی برام اهمیتی نداشتی. بعدم از قطار پیاده میشه و به سمت لیدی باگ میره. با آرومی بهش میگه من میدونم یه نقشه تو کارت اون کیف رو آوردی، ولی باید الان بهت بگم که همه چیز همونطوری که میخواستم پیش رفته. تمام شماها که تو قطار بودید و با همدیگه درگیر شدید، خودم میخواستم این اتفاق بیفته و حالا حقیقتو براشون برملا میکنه. مدتی پیش توی بولیویا همون دو تا برادری که دیدیم یه کار خیلی وحشیانه انجام داده بودن و در نتیجهش مرگ سفید مجبور میشه که خودش به تنهایی سفر کنه و بتونه همه چیزو سر به نیست کنه. در حالی که اون سفره همسرش یه بار سوار ماشین بوده که یه رفعه یه ماشین دیگه بهش میزنه و خب جونشو از دست میده. البته که یه دکتر بوده که میتونسته این زنو درمانش بکنه. دکتری که دیدیم زنبور سرخ یا همون هورنت جونش رو گرفته بود. دلیل اصلی هم که اصلا همسرش سوار ماشین بوده، داشته میرفت زندان دنبال پسرشون چون پسرش خرابکاری کرده بوده. خلاصه که تمام کسایی که تو از بین رفتن همسرش نقش داشتن تو این قطار جمع کرده بوده تا یه جوری به جون هم بیفتن و از بین برن. یه نکته دیگه هم اینه که اصلا تصادف همسرش قرار بوده که یه سوء قصد به جون خودش باشه، منتها خودش تو مسافرت بوده. کسی هم که این کارو انجام داده یه نفر دیگه است به اسم کارور. کارور یکی از همکارای لیدی باگ بوده و قرار بوده که این ماموریت رو به اون بسپرن، اما لیدی باگ از بد شانسیش میاد اینجا و توی این مخمصه گیر میفته. حالا دلیل اصلی همه چی رو فهمیدیم و مرگ سفید میگه که با این حال دیگه نمیتونم زنده از اینجا بری و الان همه حقیقت رو میتونی به بقیه بگی. و اصلا رو سمتش میگیره، اما قبل اینکه شلیک کنه اون چند تا نوچش در کیفو باز میکنن و همه چیز منفجر میشه. انفجاری که باعث میشه لیدی باگ پرچه توی قطار. همزمان با انفجار یویچی و پدرش هم مشغول جنگیدن با کسایی میشن که توی قطار اومدن و لیمو هم موفق میشه که قطار راه بندازه و از این ایستگاه فاصله بگیره. البته که قبل راه افتادن مرگ سفید هم دوباره میاد توی قطار. همه چیز با آشوب کشیده شده. مرگ سفید و پدر یویچی دارن با هم میجنگن و این پدر یویچی که روی زمین میفته. اما لحظه آخر پسرش با پرت کردن یه بطری آب جونش رو نجات میده. پدرم از جاش بلند میشه و با ضربه آخر چاقو جون مرگ سفید رو میگیره. حالا مشکل دیگه اینه که لیدی باگ به کابین لیمو میره که داره قطار رو کنترل میکنه و همه چی دستشون در رفته و نمیتونن ترمز کنن. لیدی باگ شروع به خوندن دفترچه راهنما میکنه که به یه زبون دیگه است و کسی بهشون حمله میکنه که لیمو باهاش درگیر میشه. بعدم با فداکاری خودش رو همراه اون از قطار میندازه توی دریاچه تا بتونه بقیه رو نجات بده. قطار داره به پرتگاه نزدیک میشه و لیدی باگ لحظه آخر تمام سیم ها رو قطع میکنه بلکه وایسه، اما خب موفق نمیشه و یه تصادف رخ میده و قطار وسط شهر میاد. همه دارن به این ور و ور پرت میشن. یوچی و پدرش به صندلی چسبیدن
و لیدی باگ هم به عروسک دیگه برخورد میکنه که خودشو به اون میچسبونه تا از ضربات در امون بمونه. بعد تصادف لیدی باگ با حالی داغون یه گوشه نشسته و میفهمه مرکز فیت هنوز زنده است. با اسلحه سمت اون میاد تا جونش رو بگیره و شلیک میکنه، ولی خب اسلحه همونیه که دخترش دستکاری کرده بود و گلوله به خودش برخورد میکنه و جونش رو از دست میده. همه چیز تموم شده. لیدی باگ، یویچی و پدرش راه میافتن تا از اینجا خارج بشن که میبینن پرنسس هنوز زنده است و اسلحه سمتشون میره. فریادی میکشه و میگه من میخوام جای پدرم مرگ سفید رو پر کنم و ایمه بعد اسم من همینه. اما همین لحظه یه ماشین بهش برخورد میکنه و با تصادف جونش رو از دست میده. ماشینی که بهش میزنه هم روش علامت نارنگی داره. بعدم وامیستو میبینیم که لیمو پشت فرمون نشسته و براشون تعریف میکنه که وقتی تو دریاچه افتاد زنده مونده. وقتی هم که اومده بیرون یه کامیون دیده که علامت برادرش نارنگی روی اون بوده. برای همین فکر میکنه یه علامت اونو برمیداره و به شهر میاد که در آخر هم موفق میشه بقیه رو نجات بده. در آخر هم بعد خدافظی از اونجا میره. یویچی و پدرش هم همینطور. لیدی باگ تنها مونده، داره قدم میزنه که یه ماشین لاکچری میاد جلوش وامیسته. کسی که پیاده میشه رئیس لیدی باگه و برای اولین بار دارن هم میبینن. همیشه تلفنی قرارداد رو هماهنگ میکردن. کسی که نگرانش شده بوده و اومده که کمکش بکنه. این زن به لیدی باگ میگه آقا الکی نگو بدشانسی، تو هنوز زنده موندی و واقعا اصلا بدشانسی نداری. ولی یه دفعه تیر برق میشکنه و میفته رو ماشینش و خب منفجر میشه. بعد میگه نه تو واقعا خیلی بدشانسی. این دو نفر هم حرکت میکنن تا از شهر خارج شن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. من اگه یه سری از اسما رو فارسی گفتم چون خودتون دیدید اسمی که روشون گذاشتن اسم میوه و حیوان و اینا، سعی کردم تا جایی که میشه این کارو نکنم، ولی بر بعضیش مجبور بودم که راحت تر درکش بکنیم. فیلم چیزی نمیخوام در موردش توضیح بدم، ولی یکی از اکشن های خیلی خوبه به نظرم، داستان قوی هم داره و همه اینا کنار هم یه چیز خیلی سرگرم کننده تحویل ما بیننده ها دادن که بتونیم بارها تماشا کنیمش. مثلا نسخه دومش رو میسازن. ما توی فیلم میبینیم که کسی که در اصل همسر اون وایت دث رو از بین برده بود رایان گاسلینگ و همچنین بازیگری نمیاد فقط چیز کوچیک اجرا کنه و بره. قطعا تو نسخه دوم خیلی بیشتر ازش میبینیم. دیگه همین، زیاد نمیخوام صحبت بکنم چون میگم فیلم چیزی نیست که تحلیل و بررسی داشته باشه، سرگرم کننده است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.